خیلی خوش اومده بخش آخر برنامه خانم میترا بابک عزیز اینجا مهمون برنامه هستن. خوب هستی؟ خیلی خوش اومدین. سال نوتون مبارک باشه. نوروزتون پیروز. نوروز پیروز. کل عام و انتو بخیر و هپی نیو ایر. مرسی. و امیدوارم که به زبونای مختلف. من یک کوتم درست کردم که امشب میذارم به زبونای مختلف. حالا بعد بریم برای هفته‌های آینده در مورد این چرا به زبان‌های مختلف گذاشتم صحبت کنیم. اما موضوعی که خیلی شما بودین هفته پیش مطرح کردیم، خیلی برای مردم خیلی لطف کردن و طبق معمول تشکر کردن از موضوعی که باز کردیم، مهر و محبت و مهربانی و شاد کردن دل نیازمند، دل یک کودک و یک خانواده نیازمند که شما میدونین و شاید من یه مقدار بیشتر بدونم به خاطر کار پژوهش کردیم، ما زیر خط فقریم. یعنی ما دو گروه داریم، یک گروه بسیار بسیار ثروتمند در ایران و یک گروه بسیار بسیار فقیر، و خط متوسطی که در گذشته ما زیاد داشتیم متاسفانه این کم شد. هی کمتر و کمتر شد. به این دلیل این موضوع خیلی موضوع مهمیه، برای اینکه روز به روز ما گرفتاری و استرس زندگیمون و طمعمون داره بیشتر و بیشتر میشه و داریم بی‌تفاوت‌تر داریم رشد میکنیم، و خانواده هم طبیعتاً، یعنی با کودک و نوجوان وقتی که پدر مادر رو اینجور گرفتار پول درآوردن میبینن و حرص پول درآوردن و حواسمون به بغل دستمون نباشه، کودک و نسل آیندهمون هم ما بی‌تفاوت و نامهربون بار میاریم. این مهربان و مهربانوهای عزیز، موضوع چی بود که هفته پیش من گفتم؟ مهربان در گذشته ما آقا و خانم زبان مغولیه، زبانی که مغول حمله کردن. جا استاد کبیری اینجا خالیه با هم دیگه. مهربان، مهربانو اسم خانم بوده، به خانم ها میگفتن مهربانو، یعنی کسی که مهربانی رو خلق میکنه و پخش میکنه. مهربان یعنی نگهبان اون مهر و محبت بود، که امیدوارم ما روز به روز به جای آقا و خانم این مهربان و مهربانو رو بذاریم. مهربان و مهربانوان عزیز، یعنی ما به راحتی میتونیم اینو بذاریم. من بر علیه زبان‌های مختلف نیستم، موضوع اصلا تعصبی نیست، موضوع زیبایی این مهر و محبت و نشاء این مهر و محبت و پخش کردنه. خیلی ها بر ما نوشتن، من همینطور که داشتم میخوندم همینطور عشق از چشمم هی تونتون عشقم رو پاک میکردم تو اون اتاق که منتظر بودم بیام، برای اینکه خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم عزیزان به مدل‌های مختلف نوشتن که چجوری کمک کردن، و حتی بعضیاشون با ناتوانی مالی خودشون چجور کمک کردن. مصیبت اینجا اینه که وقتی پول بعضی یا وقتی پولدارتر میشن خسیستر میشن. اتفاقا آدمایی که کمتر دارن دست دلشون خیلی بازتره. شما وقتی میری تو این روستاها نمیدونی چجوری اینا میان ازت پذیرایی میکنن، با اون نداریشون ازت پذیرایی میکنن، و وای به حال کسی که متبلور مالی میشه ولی عواطف و عشق و مهربانیش کم رنگتر میشه. خیلی ها زیاد نوشته بودن بر ما. یه عزیزی نوشته بود که من بچه هم بزرگ شدن، رفتم یه بچه 3 ساله رو برداشتم آوردم و این الان کلاس 5. از روزی که آوردم خیر و برکت زندگیمون بیشتر شد و اصلا زندگی ما رو این کودک عوض کرد. خب این کارا خیلی کارهای بزرگیه، مسئولیت‌های خیلی سنگینیه. یه عزیز دیگه نوشته بود که من کودک، بهش میگن کودک معنوی، مثل اینکه در ایران سرپرستی یک کودکی که با پدر مادرش زندگی میکنه رو من به عهده گرفتم، دائما کمک مالی میکنم. این کارا خیلی کارهای بزرگ مهمیه. من خودم یادمه 11-12 سالم بیشتر نبود، رفت زمینی بود که ساخته نشده بود هنوز، و یه دفعه همتی که داشتم رد میشدم یه روز من دیدم که یه چادر زدن، بعد بچه ها میرن میان توش. بعد رفتم، از بچگی اینجوری بودم، رفتم توی چادر، آره کنجکاو، دیدم که 5-6 تا بچه کوچیک تو اون چادر بودن، پدر معتاد بود، مادر زیر یه چادر زندگی میکردن. خیلی دلم سوخت، باشون حرف زدم، زود اومدم خونه به مامانم گفتم، و مامانم غذا آماده، غذا پخته بود، داشت میکشید، من غذا رو سری توی ظرف کشیدم و گفت کجا میری؟ من اصلا فرصت کجا میری جواب ندادم، ظرف رو بردم، ظرف غذا رو زیر چادر برشون. نمیدونی اینا چقدر خوشحال شدم. من همش خودم 11 سالم بیشتر نبود. بعد من ادامه دادم کارم و همینطور هی میمدم برای بابام تعریف میکردم، مشوقم اونا بودن طبیعتا. و
و بعد یه روز رفتم به مامان یه بچه 6 ساله بود، حالا خودم 11 سالمه، فکر می‌کنم خیلی بزرگم. یه بچه 6 ساله، آخرین بچه‌شون 6 سالش بود. شوهر خاله مامان من مغازه فروشگاه لباس داشت. من دست اینو گرفتم به مامان باباش گفتم می‌خوام برم، میدی به مامان برم؟ یه دقیقه نگفتم می‌خوام بچ چیکار کنم. رفتم تو فروشگاه اون آقا، اون عزیز دلم که فوت کرد متأسفانه، و برای این بچه لباس نو خریدم. وقتی این لباسو گرم گرفت، وقتی من این لباسو تن این بچه کردم، اصلا تو هنوز اون شوق، اون عشق شوق این بچه تو صورت، تو چشمای، تو ذهن من، تو تمام وجود من هست که این بچه چجور میپرید بالا پایین، این لباسشو اینجوری اینجوری میکرد. گفتم دوست داری؟ خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. و بعد این بچه با این بچه برگشتیم زیر چادر پلو اومد پدر مادر، و این پدر مادر چجور خوشحال شدن و من ناراحت بودم که واسه 5 تای دیگه هیچ کاری نکردم. دو سه روز گذشت، وقتی برگشتم دیدم دیگه چادری وجود نداره، دیگه ندیدمشون و رفتم خیلی گریه کردم. برای اینکه بعدم مامان بابام گفتن که مثل اینکه صاحب زمین اعتراض کرده بوده اومدن جمعشون کردن. من یادم مثلا بابام همیشه میرفت توریستا رو برمیداشت میورد خونه، مثلا با دوچرخه میومدن اون موقع، سنگ مینداختن بهشون، توهین بهشون میکردن، خیلی ناراحت میشد، میگفت آبروی ما به چیمون بعد افتخار کنیم. میاورد غذا دو سه روز، سه روز، چهار روز نگرشون میداشت. زبان هم بلد نبودیم، آشاره صحبت میکردیم. کارای مهربانی کارای بزرگی. خانم بابک، من فکر میکنم شاید خیلی که اصلا علاقه ندارن به کسی کمک کنن، شاید اصلا تجربه این احساسی رو که شما تجربه کردین اصلا ندارن، یعنی نمیدونن که چه لذتی داره به دیگران کمک کردن. زمانی که من در خانه مهر و محبت، مهربانو و مهربان بزرگ شم، می آموزم عشق دادن را و عشق گرفتن را می آموزم. این موضوع از نظر روانشناسی برای من خیلی مهمه، غیر از روانشناسی اجتماعی، روانشناسی فردی و خانوادگی هم خیلی مهمه و فرهنگی. دقیقاً درست میگی. من کودک اگر در کنار پدر مادری بزرگ میشم که دائما میخوان طلا جواهر بخرن، لباسای دیزاینر، من هرگز لباس، من اصلا اسم لباسای دیزاینر رو اینا رو اصلا یاد نمیگیرم، مخصوصا چون اصلا موافقشون نیستم. زمانی که من اینجوری توی خونه ها بزرگ شدم برای مهم نیست. من پسر 22 ساله، 3 ساله بود، داره اینجا درس میخونه، به من گفت اصلا من تا حالا ندیده بودم که فقیر رو، از ایران اومده، از تهران اومده، 10 کیلومتر پایین تر ده عزیزم، ببین چه خبره. زمانی که من با پدر مادر مهربان، دلسوز و متعهد و مسئول و اخلاقی بزرگ نشم، من چی میاموزم عزیزم؟ یه عزیزی نوشته بود به من 150,000 تومان بابا مامانم دادن برم شلوار بخرم. رفتم دو تا شلوار خریدم، برای اینکه یکی از همکلاسیام که دوستان بود پول نداشت، پدر مادرش پول نداشتن برای شلوار بخرم. اینا مهربانیه. بعضی مواقع ممکنه من توی همچین خونه بزرگ شم، اما ممکنه بیرون یه دفعه مهربان بشم، ولی امکانش کم رنگ تره. این حرکت ها کار مسئولیت پدر و مادره. پدر مادر باید حس مهربانی رو برای، هرگز دیر نیست نشای مهربانی رو کاشتن. یعنی من نوعی اگر مهربان نیستم، فکر نکنم من دیگه تغییر نمی کنم. انسان خیلی قابل تغییره. دست من و تو تغییر فرهنگ، تغییر افکار و تغییر احساس و تغییر رفتار، اینا همه دست من و تو بالغه، من و تو میتونیم. و از نظر روانی چه تأثیراتی بزرگی میذاره. یه عزیزی نوشته بود داشتم رد میشدم برم سر کارم، دیدم یه چی بگه آدم، چه اسمی بذاره برای اینا، یه سگ معصوم از پا آویزون کرده بودن، به حالت اذیت که آزار دادن. بعد میگفت این حیوان همینجور زجر میکشید، من فورا از تناب بازش کردم، گذاشتم زمین، پارچه خریده بودم لباس برم بدوزم، با اون پارچه‌ای که خریده بودم این حیوانو زخمی شده بود، خوناش و اینا رو پاک کردم، بغلش کردم، بعد این پاشد لنگون لنگون. من هم تو که داشتم میرفتم یه دفعه دیدم پشتم داره میاد، با من تا در مغازه رسید. بعد اینجوری برگشتم بهش گفتم تو نمیتونی، من تو رو نمیتونم ببرم. همینطور نگام کرد، نشست دیگه گوش کرد. برای چند روز هر روز این با من میومد پشت در، بعد از ظهر که برمیگشتم میدم منتظر منه، و بعد دیگه ندیدمش. اینا رو وقتی من میخونم الان خیلی خودم دارم کنشون میکنم. من یه چیزی بپرسم، بگیر از پدر مادر، سیستم آموزشی، آموزش پرورشی کشورم خیلی میتونه مؤثر باشه، چون اینجا مثلا ما میبینیم که مؤسسه‌های خیلی مختلف هستن، چریتی‌ها که بچه ها رو میبرن برای
اتفاقات مختلف، آشناشون میکنم با سازمانایی که کمک میکنم به مردم. ما تو این اتفاقا رو تو ایران به اون شکل نداریم، داریم ولی بسیار نادر و کم رنگه. خب بعضیا نوشته بودن که این کارا رو دارن میکنن ولی بسیار کم. یه عزیز نوشته بود 100 هزار تومان حقوقمه ولی دستیار یه معلمم، اما رفتم برای بچه‌ها کادو خریدم، اسباب بازی آموزشی براشون خریدم و چقدر این بچه‌ها خوشحال شدن. اینجا ما کار داوطلبانه داریم، یعنی چه قبل از چه جوون باشی، چه معلول باشی، چه پیر و از کار افتاده و بازنشسته بشی، همیشه شما میتونی بری کار داوطلبانه انجام بدی. توی سی وی روز چی میگن به فارسی؟ سی وی رو تو رزومه کاری اینجا براشون خیلی مهمه که شما بنویسی کجاها والنتری کار کردی، داوطلبانه بدون حقوق رفتی کار کردی، یعنی یه رفرنس خیلی خوبیه. زمانی که بازنشسته میشی میری توی این چریتی شابا، توی این هر جایی که بتونی میری وای میسی کار میکنی، خودتو نمیدازی تو خونه، میری کمک میکنی، همکاری میکنی. این یه فرهنگ غنیه که دنیای غرب درست کرد، چون یه انسانی که سالها کار کرده یه دفعه بازنشسته میشه عمرش کوتاه میشه. خیلی کار از نظر روانی خیلی کار غلطیه، چون اون عادت کرده به کار کردن. حالا اون قضیه رو برداریم، کلن وقتی یه سیستم درستی، ببین کلمه ثواب من باهاش مشکل دارم، دائما ادیان میگن ثواب داره، من نباید به خاطر اینکه اون دنیا ثواب داره معامله کنم واسه خودم. اگه من یه کار خیر انجام میدم، اگه بگم این کارو بکنم ثواب داره، من دارم برای خودم انجام میدم. از نظر روانی دارم میگم، از نظر دینی میگم، من باید این کارو برای اخلاق و انسانیتم بکنم، نه اینکه یه زمین با اونور آخر دنیا وقتی رفتم برای خودم داشته باشم. این که نشد انسانیت، تو هنوز داری برای خودت انجام میدی. من باید سیستم خیلی مهمه، فرهنگ خیلی مهمه. ما که دستمون دسترسی به سیستم ایران نداریم، ولی ما دسترسی به تک تک افراد و خودمون داریم. من و تو باید تغییر کنیم. ما اگر یه نفر نوشته بود که ای بابا مگه با یه گل بهار میشه، اینجوری حرف نزن. یه گل، یه غنچه رو تو بیدار کنی، تو روشنش بکنی، عطرش پخش میشه و اون فردا یاد میگیره از تو، اونم قنچه های دیگر رو باز میکنه. ما باید خودمون مسئولیت به دست بگیریم، چون تغییر اون سیستم و قدرت دست ما نیست. اما کاری که انسان به عنوان یه انسان بالغ میتونه بکنه، یه انسان مهربان، اینه که خودش فرهنگ خودش رو تغییر بده، خودش شروع کنه به اینکه خب من چطور میتونم مهربان بشم، کمک بگیره. دائما هر وقت که بخواین من در مورد این که چطور میشه کمک مهربان شد و یاد میدم. اصلا سخت نیست مهربان شدن از نظر روحی روانی. حالا چه خدمتهایی به خودت میکنی وقتی مهربانی؟ من فکر کنم که اصلا فرهنگ سازی که شاید توی ایران شده با اینجا اینقدر متفاوته، بخاطر اینکه توی ایران دقیقاً همونی که شما میگین، فکر میکنن که اگه کار درستی انجام بدن، کار خوبی انجام بدن، ثوابشو بعدن یه جوری دریافت میکنن، ولی اینجا در واقع میان از اون کمک کردن لذت میبرن. شما اگر هر کدومتون، اونایی که شماهایی که برای من نوشته بودین که چه احساسی بهتون دست داد، فقط من و شما میفهمیم چی داریم میگیم. اون کسی که نکرده هنوز نمیفهمه. یه سری واسه یه جلوه‌گری میرن یه دفعه مسجد و گلبارون زستور بارون میکنن، خودنمایی میکنن. یه سری برای اسم این کارا رو میکنن. اینا من اصلا ارزش برای این کار قائل نیستم. من از دل میخوام کار از روح و روان و سلولات بر بیاد. وقتی که مهربون میشی، وقتی میری یه کار خوب انجام میدی، وقتی اونجوری خوشحال میشه طرف، اصلا نمیشه با کلام، نمیشه صحبت تفسیرش کرد، نمیشه بازش کرد، نمیشه اکسپلین کرد که این احساس چقدر غنیه و چه احساس و چه قدرتی به تو میده. قدرت سالم، اعتماد به نفس میده، حرمت نفس و احترام به نفس انسان رو میبره بالا، انسان رو خوشنام میکنه برای جامعه. شما وقتی که میری توی عمل خیریه انجام میدی، وقتی که وارد میشی خیلی کارهای جدید یاد میگیری، مهارت‌های جدید یاد میگیری، بعد تازه متوجه میشی که هنوز چقدر خوشبختی، چقدر درمانده هست، چقدر ناشکرم، چرا من زندگیمو اینقدر سخت میگیرم، چرا به خودم اینقدر استرس میدم، ببین مردم چجوری دارن زندگی میکنن. اینا انسان رو والا میکنه، اینا انسان رو گرانقدر میکنه.
روحیه و شخصیت انسان رو تغییر میده. انسان دیدگاهش عمیق میشه، به مسائل پوچ و کوچیک انقدر دیگه گیر نمیده، مسائل رو عمیق‌تر نگاه میکنه. دیدگاه انسان به زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعیش و سیاسیش و مذهبیش و فرهنگیش غنی‌تر میشه. زمانی که انسان کار خوب و درست میکنه، زمانی که فرق بین مهربانی و مهرطلبی هست، حواسمون باید باشه. ما نباید از جونمون بزنیم به خاطر اینکه میخوایم مهربان باشیم چون اونا بعد ما رو دوست داشته باشن. این میشه مهرطلبی. این هم تو فرهنگ ما خیلی هست. فراوون ما مهرطلبی میکنیم. مثلا خیلی خانواده هستن قربون صدقه بچه خودش نمیره، اما قربون صدقه خواهرزاده و برادرزاده یا همسایش میره. مهربانی با مهرطلبی خیلی متفاوته که قبلا صحبت کردیم. ما بعد انسان مهربان توقع نداره. یعنی من یک کاری رو برای تو کردم، نمیشتم تشکر کردی، یه زنگ نزدی، یا نگاه کن فرداش تو همدیگر میبینیم، نگاه کن چشمش تو چشم افتاد یه تشکر نکرده، یا توقع دارن طرفم یه کاری انجام بده برای، یا اینکه من یه کاری واسه تو کردم ده ها برابر بعد برای من انجام بده. این میشه مهرطلبی. ولی انسان مهربان یه کاری رو واسه وجود خودش، واسه اخلاق خودش، واسه مهربانی خودش انجام میده. استرس رو خیلی کم میکنه. انسان خسیس و بخیل، انسان حسود، انسانی که بی تفاوته و اهمیت نمیده، اینا معمولا استرس های خیلی زیادی میگیرن که عمر رو کوتاه میکنه. انسان مهربان عمرش طولانی تره. من با ریسرچ دارم صحبت میکنم، یعنی محققین دائما در مورد این مسائل از نظر روانی تحقیق علمیه که چه فرقی داره بین انسان مهربان و انسان نامهربان، بین انسان کینه توز، حسود و خشن و انتقامجو، بین انسان باگذشت. تفاوت روحی روانیشون بسیار بسیار زیاده. اون عمر طولانی تر داره، اون ممکنه بیماری نداشته باشه، اما این یکی دائما بیمار میشه. حالا پولاش هم باید بره برای بیمارستان خرج بکنه، وقتمون هم هی داره تموم میشه. این کمپینگ رو به صورت یک کمپینگ بیاییم بهش نگاه کنیم. نوشته بودین من نمیخوام بنویسم، ولی بنویسیم. اسم نبریم به کی کمک کردیم، اما بیاییم برای ما دائما بنویسیم. تو صفحه حمایت از حیوانات من اونجا بیاییم بنویسیم که ما دائما به همدیگه بگیم ما چه کمکهایی داریم میکنیم. به حیوان کمک میکنی، به انسان کمک میکنی، دست هر عزیزی رو که میگیری بیا دائما تو اون پیج ما بنویس. منم با تمام وجودم توی سوال و جواب دارم، در اون جواب تو اون جواب میدم، یا اینجا در موردش بارها صحبت میکنیم. یه خبر خوب دیگه هم با اجازه شما البته، من 5-6 روز طول میکشه تا قسمت خودم رو توی فیسبوک و یوتیوب و اینا بذارم. تصمیم گرفتم دیگه از این هر همین که شما پخش کردین منم فوراً تو پول بلافاصله میذارم در خدمتتونم هستم. خیلی ممنون، متشکرم. بازم سال نوتون مبارک باشه. همچنین سال شما مبارک. از همه کینه ها و انتقام ها دور، ای مهربان بانو و مهربانه. ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از شما که مثل همیشه تا آخر برنامه همراه ما بودین. اما بعد از تموم شدن مرز پلاس امشب جایی نرید، با شبکه مراتون همراه باشید، چون بعد از همین برنامه بفرمایید شما ویژه نوروز بچهای مراتون رو میتونید ببینید. خونه شایان. خونه شایان. خیلی ممنون. تا یه مراتون پلاس دیگه، خدا نگهدار. خدا نگهدارتون.